دوستان نهایت عزیز و گرامی، علاقمندان عزیز، السلام علیکم. خوش آمدید به آشپزخانه نوریان علی. امروز ما برای شما غذای را در نظر گرفتیم که بسیاری از دوستان فرمایش پختن از این غذا را دادن بر ما و ایمیل کردن بر ما. این نام از این غذا است شوله قربندی، که البته شوله قربندی در وطن ما بسیار غذای مزه‌دار است و اسپیشلی در فصل زمستان در همه خانه ها شوله قربندی پخته میشه. امیدوار هستم که این ویدیویی که با شما تیار میکنم مورد استفاده شما قرار بگیره. موادی که ما با پخته کردن از این غذا ضرورت دارم عبارت است گوشت گوساله سرخی است که در حدود تقریبا 2 پوند گوشت سرخی گوساله ما دارم، امرای چنجر، گارلیک و زیره درست. البته زیره درست اگر شما در پخته کردن قورمه اضافه کنین بوی گوشت از بین میبره. و همچنان دال نخود ضرورت دارم که باید به گوشت خود علاوه کنم، امرای 1 عدد پیاز و 1 قاشق ربع بانجان رومی و یا تمیتو پیست است که این مواد ضرورت است برای گوشت و برای شوله پختن. آتر ضرورت داریم به برنج و مش. برای پخته کردن از این غذا ما تقریبا 2 مرحله ضرورت داریم، یا 2 رقم غذا باید جور کنیم. اولی که گوشت خود باید مشما قورمه بسازیم، که با پخته کردن قورمه گوشت من ضرورت دارم با 1 عدد پیاز تازه که ما این را قطع کردیم، و به خاطر پخته کردن و یا نرم کردن ماش که من برای شوله در نظر دارم، من از پیاز خشک استفاده میکنم که البته شما میتونین از تمام مارکت ها این پیاز خشک به دست بیارین. به دیگه بخاری که ما بالای گاز موندیم ما روغن علاوه کردیم. البته روغن ما داغ است و ما پیاز ریزه شده را در بین زیر میندازم به خاطر پخته کردن گوشت. همچنان با دیگه که ما با طرف دیگه گاز موندیم در بین از یه هم روغن ما سرخ کردیم. حالا ما پیاز خشک شده را بالای زی اضافه میکنم. البته ما میخوایم در بین زی مواد شوله را جور کنم و ماش را در سر زی علاوه کنم تا ماش نرم شود، به خاطر که ما شما نمیتونیم ماش و برنج اردوش یک جای پخته کنیم. ماش تقریبا سخت است و برنج سافت است، نمیتونیم اردوش یک جای پخته کنیم. از اون خاطر اول باید ماش نرم بسازیم و بعد از اون برنج بالای ماش اضافه کنیم. دوستان عزیز شما میبینین که پیاز ما دولت سرخ شدن است. البته به خاطر پختن شوله ما تقریبا ضرورت داریم که پیاز یک کمک زیادتر سرخ بکنیم. به خاطر که ما از سرخ شدن زیاد پیاز جلوگیری کردم بودم، ما بالای زی آب اضافه کردیم تا اینکه ما بانجان رومی یا روب بانجان رومی را بالای زی اضافه کنیم. البته به مقدار تقریبا 1 قاشق نان خوری ما بالای زی رو به بانجان رو می اضافه میکنیم. و ما 1 قاشق چای خوری تقریبا نمک می اندازم بالای زی، به خاطر که دوستای عزیز ما شما نمک همچنان به سر کلمه یا گوشت خود هم اندازیم، به او خاطر باید من مقدار کم نمک در بین از شوله استفاده کنم. تقریبا به مدت 2 دقیقه ما ایره میمانیم که خوب سرخ شوه و بعد از او ماش را بالای زی من اضافه میسازم. اوکی، این حاله میبینیم که سالند شوله ما تقریبا دالت پخته شدن است. من ماش را که شوشتیم تیار موندیم بالای زی اضافه میکنم و بالایش آب مندازم و میمونم تا ماش ما نرم شد. دوستان عزیز تقریبا من 2 کاسه یا 2 پیاله آب بالای از این ماش خود اضافه میکنم و این را سرپوش بند میکنم و بخار میتم تا زمانی که ماش ما نرم شد.
اوكي ناو پیاز ما تقریبا ربع گلابی شدن یا سرخ شدن است. ما بالای ازی تقریبا نیم قاشق چایخوری جنجر یا زنجفیل اضافه میکنم، البته زنجفیل تازه، و همچنان یک قاشق چایخوری گارلیک پیست یا سیر. حالا ما تقریبا در حدود نیم قاشق چایخوری البته زردچوبه بالای از پیاز اضافه میکنم. و گوشت که در نظر گرفتیم نان ما بالای از اضافه میکنم. آلی تقریبا در حدود یک قاشق کلان نان خوری ما امی تماته پست خدا یا لب بانجرمی را بالای گوشت اضافه میکنیم. و دوستان عزیز باید بگویم که گوشتی که ما قورمه میخواییم بسازیم باید بانیم که تا خوب سرخ شود و شکل بسیار سرخ و مقبول را به خود بگیره. و همچنان یک قاشق چایخوری یا اضافه نظر به طعم خودتان که دارین میتونین بالای گوشت نمک اضافه کنید. تقریبا 1/4 اسپون یا نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه و کمک زیره. درسته که من گفتم البته زیره بسیار بوی خوش خوبی برای گوشت قرمه شما میده، تقریبا کمک زیره درست بالای گوشت اضافه میکنم و گوشت میمانم تا که بسیار خوب به حالت درست سرخ شده و باز از او آب مندازم سرش بسته میکنم تا یکی گوشت ما نم شد. دوستان عزیز شما مگر متوجه شده باشین که گوشت به حالت بسیار خوب سرخ شده و همچنان دانه خودی که ما به این قرمه خزرزر داشتم و یا در نظر گرفتیم ما این را همچنان ششتیم و ده ها اضافه کردیم و ماندیم که تا یک چند سر جوش بخوره. در غیر زو اگر من دانه خود هم ریزی یک جای پخته کنم دانه خود نرم میشه، زود دانش میشاره و قرمه ما خراب نیه. به او خاطر من دانه خود همیشه علایده جوش میتونم و بعد از نرم شدن دوباره اضافه میسازم بالای قرمه. دوستان عزیز ما گوشت تقریبا در حدود 15 دقیقه یا در حدود کم زیاد 15 دقیقه ما سرخش کردم و حالا گوشت آماده از این است که من آب بالایش اضافه کنم و بگذارم تا گوشت ما نرم شود. البته یک کاسه آب ما بالایش اضافه میکنم و میمانم تا که گوشت نرم شود. اوکی دوستان عزیز ماش بلکل نم شده، یعنی اماده عزی است که من برنج به سرش اضافه کنم. البته با استفاده از موقعی تا گوش ما پخته شود من برنج بالای اضافه میکنم و میمانم که تا پخته شود. اداله ما بالای زی او مندازم مگم آب قسم بندازیم که زیاد شوله نرم نشه به خاطر که ما شما تقریبا نرم شدگی هسته. اگر زیادتر آب بالای زی اضافه کنیم شوله بخی خراب میشه. یعنی در حدود نیم کاسه ها بالای زی ما مندازم. ولی من بالا دیگه سرش بسته میکنم و با درجه کم میمونم به خاطر که شوله خاصیت چیست که زیرش میسوزه به خاطر که سیکیرایز است. از خاطر زیر منقل باید کم بانیم تا یکی دیگه ما نسوزه.
دوستان عزیز، حالا میبینین که گوشت گوساله که ما پخته کردم به حساب قرمه حال بخیر نرم و تیار شده و دانه خاطره که من نرم کرده بودم حال بالا ازی اضافه میکنم و میمانم که یک چند سردگاه ممرای دانه خود جوش بخوره به خاطر که میخوایم دانه خود فلیور می گوشت بگیره بخواست. اوکی دوستان عزیز، شوله پخته شده و همچنان سالند گوشتم پخته شده. الان میخوام ایره در غوری بکشم و بهش نشان بدم. اوکی دوستان عزیز، ای از شوله ما بینش یک کمک کلان میکنم به خاطر سالند که در بینش مندازم باید ایش مقدار کافی سالند جای شوه. دوستان نهایت عزیز، شوله آماده صرف است و باید نگفته نباید گذاشت که برای خاطرش فلیور مور، فلیور شوله غربندی ما از مرچ سیاه استفاده میکنیم که میتونیم مرچ سیاه را در بالای شوله علاقه بکنیم و همچنان باید براتون بگویم که شوله را میتونین این شوله غربندی است و اگر میتونین شوله را تنها با ترشی که قبلا ما ویدیو کرده بودم براتون امرازی ترشی صرف کنین، یعنی بدون زی سالن و بدون گوشت و همچنان میتونین که امرازی چکه یا ماسک دارین میتونین به شوله را به شکل کاسه جور کنین و ماسک یا چکه را با سیر مخلوط کرده بالا از اضافه کنین و نام کجره خرود میتونین صرف کنین. دوستان نهایت گرامی، شوله غربندی آماده صرف است و شما میتونین که این ریسیپی را فالو کنین و پخته کنین. تشکر از اینکه ویدیو های ما را سیو میکنین و تشکر از ایمیل های مقبول و خوبی که شما به ما رای میکنین. امیدوار هستم که ریسیپی که ما با شما جور کردم خوشتان بیاید. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.